حالش چطوره؟ حالش خوبه، اصلا نیازی به بیمارستان نیست. یعنی چی بره؟ اون همین الان قلبش وایساده بود. باید بگم که این یه موقعیت معمولی نبود، تأثیر شرایط پرفشار بود. نیکولای کاملا سالمه، این دیگه تکرار نمیشه، به خصوص که من یه مدتی تو مسکو میمونم، پس نزدیکش میمونم و زیر نظر دارمش. ممنون ایلیا ایگوروویچ، ممنون. یعنی فردا میتونه اجرا کنی یا نه؟ خداحافظ. خداحافظ. دکتر که بهتون گفت جای نگرانی وجود نداره، اونم نه فقط یه دکتر معمولی، دکترای علوم پزشکی. گوش کن، این قابل قبوله. آفرین. برو آماده باش، اینجا نمیخواد به درخشی. فعلا اینا رو نگه دار. اوه عالیه. تقریبا یه سال از اون تصادف وحشتناک میگذر. تشخیص پزشکان سرد و بی‌رحم بود. فلج اندام تحتانی، اون هرگز نمیتونه راه بره. اما ساشا هیچ وقت تسلیم نشد. اون میتونه راه بره، اما فقط با کمک اثار. متاسفانه وقتی که ساشا برای اولین بار نزد من اومد و التماس کرد که درمانش کنن، بهش گفتم که اصلا امکان پذیر نیست، فراتر از توان انسانه. اما همین چند وقت پیش جلوی میلیون ها بیننده تلویزیونی، دوستم نیکولای آربنین پسری رو شفا داد که فلج مغزی داشت. و من فکر کردم چرا که نه، اون فقط اونجا شفا پیدا کرد، فقط اونجا تونست راه بره. ای پسر بیچاره، هنوزم رو ویلچر نشسته. البته برگردوندن یه فرد روی پای خودش خیلی سخت‌تره، اما من تصمیم گرفتم ریسک کنم و همین الان اینجا جلوی چشمای شما رو به من وایسا. این من نیستم، بلکه خودت این کارو میکنی. جایی در درونت، در اعماق وجود شما نیروی وجود داره، انرژی بازیابی که تو رو دوباره روی پاهات برمیگردونه. من فقط به رفع موانع کمک میکنم که این انرژی درونی تو بیدار کنی. اساسشو بذار کنار. قدم بردار، فقط یک. تو میتونی انجامش بدی، باید انجامش بدی. بیشتر. وای خدای من، گفتم نمیشه. بیا پیش بخش بین المللی زبان فارسی از ویبیتس میدیا انترتینر. رادیو اطلاعاتی وجود داره که ویکتور استاویسکی توی چلیابینسک کاری کرده که یه مرد فلج روی صحنه را بره. خب من برای دوستم ویکتور استاویسکی خیلی خوشحالم. بله، ولی خیلی ها میگن که این امکان پذیر نیست. نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که این فقط یه ترفندی؟ چرا امکانش نباشه؟ همه چی به شکل فلج بستگی داره، باید ریشه یابی بشه. پس معلوم میشه اون شما رو معروف کرده، درسته؟ مرد جوان، اینجا رینگ بوکس نیست، میدون جنگ بدون قانونم نیست، یا حتی بازی پوکر هم نیست. مهم نیست کی اون یکی رو معروف کرده، مهم اینه که کی تونسته به مردم کمک کنه. این
من کمک میکنم. از بدو تولد نابینایی؟ بلند شو. کاملا هیچی نمیبینی؟ فقط سیاهی؟ حتی سایم نمیبینی؟ پزشکا میگن دیدنش هم هیچ کمکی نمیکنه. این دکترها آخه چی میدونن؟ ببخشید. زودی یه نوری میبینی، یه نوری مثل فلاش، نمیدونم چه شکلیه، ولی بعدش تو به هم بگو. باشه، آماده شو، چشماتو باز کن. چیزی میبینی؟ نه. چطور نمیبینی؟ یعنی هیچی نمیبینی؟ نه هیچی. خانم از این طرف. ما دوباره امتحان میکنیم. شماره تلفن تو به دستیارم بده. باشه؟ بعد از اجرا فشار 20/10 ضربان 100، میتونم تصور کنم که تو صحنه چه اتفاقی میتونست بیفته. تو نمیتونی اینطوری خودتو اذیت کنی پسر. باشه، بیشتر از این انجام نمیده. بچه شدی؟ میشه یکم جدی حرف بزنیم؟ بزنیم. نیکولای ایلیچ، ببین چی میگم. من میدونم که تو میتونی معجزه کنی. معجزه. و حتما اینم میدونه که این اتفاق نه از نظر دیالکتیکی و نه از نظر هیچ دانش علمی قابل توضیح نیست. اما اینو یادت باشه، معجزه رو نمیشه به جریان انداخت. تو یه انسان معمولی هستی، نه یه ربات. یه بدن طبیعی داری پسر. تو واقعا فکر میکنی اون اینو میخواد؟ نیکولای نصیحت میخواد؟ همه انرژی تو یک دفعه خرج نکن پسر. تو باید باهوشتر باشی نیکولای ایلیچ. عاقل‌تر از خودت نستیاس، دبیر مطبوعاتیتون. اون میگه که میتونی به راحتی تقریبا بدون هیچ زحمتی گچه خردل روانی درست کنی. این یک ترفند خیلی موثره. مطمئنن تو هم این چیزا رو بیشتر دوست داری. وقتی آسون باشه، بی زحمت باشه، میتونه تأثیر خیلی قوی تری از یه شفای واقعی روی بیننده بذاره. یعنی مثل استاویسکی آدم تقلبی بیاری ماره؟ اینجوری اصلا به خرج کردن پول نیازی نیست؟ خیلی ممنون. لطفاً یه میز دیگه برای من بیارید. باشه. یورا، قفسه ها رو آوردم. من میرم خونه تا مترو برسونمت. هنوز باید تابلوی طبقه پایینم آویزون کنم. فردا آویزون کن. تو برو، من خودم میام.
یورا تا کی میخوای عصبانی باشی ها؟ کی گفته عصبانی نیستم که، تازه شروع کردم. باید تمومش کنم. یعنی قراره اینجوری با هم رفتار کنیم؟ دیگه معمولی نمیشه نه؟ دارم عادی برخورد میکنم. یورا بچه‌ای مگه ما هنوز قراره با هم کار کنیم؟ من با چه غلطی کنم؟ تو به من بگو من چیکار کنم؟ مثل یه مرد بالغ عادی رفتار کن. قبوله. هنوز باز نشده؟ از دوشنبه. ضبط از کی شروع میشه؟ من خبر ندارم، تصمیمش با من نیست. لطفاً بگید امکانش هست. ببخشید، میتونیم ثبت نام کنیم که خب نفر اول باشیم. گفتم که تصمیمش با من نیست خانم. من فقط تابلو نصب میکنم. فهمیدین یا توضیح بدم؟ به کجا این ریخ میخوره که تصمیم گیرنده باشه خانم؟ من درکتون میکنم. ببخشید، لطفاً. ما از ورونج اومدیم، دخترم فلج مغزیه. تو رو خدا مثل همون پسر است. التماستون میکنم لطفاً، خواهش میکنم. فامیلیتون کاستیسینا ویرا. پس برید دوشنبه ده صبح بیاین. ازتون ممنونم، خیلی ممنونم، ممنون. تلاش نیکولای آربنینگ برای شفای دختر نابینا امروز با شکست کامل به پایان رسیده. ممکن است به خاطر یکی از این دو علت باشد، یا در طول پخش زنده ذخیره نیروهای موج زاسته را تمام کرده، یا تصمیم گرفته وقتی تلویزیون خفش کنه بدون تلاش زیاد این کار را انجام بدهد. خواهرم اقتصاددان با تجربه یه، میگه حتی یه اصطلاح خاص داره، سرمایه گذاری شکست خورده. خواهرت خیلی باهوشه. اون میگه اگه فوراً متوجه بشین که چیزی اشتباه بوده، هنوز میتونین اونو برطرف کنین. وایسا. روز بخیر. میتونم با نیکولای صحبت کنم؟ من شریک تجاریشم. سرگئی دیمیتریوویچ. نه، خودم پیداش میکنم. ممنونم. تا فردا. به نظر میاد دنبالمون میکنم. عیست مثل بچه ها فرار نکرد. نباید سیدو یا عصبانی کنی. گوش کن گوسفند، دارم با ات حرف میزنم. اون رئیس تو و منو دوستم. برای گوسفندی هم که گفتی بعدن پدرتو در میخوری. چرا سگ شدی حالا؟ تو نه فقط خودتو، منم با خودت پایین میکشی. این تجارته، من بهت هشدار دادم. تجارت ریسک داره، باید حواست باشه تا خطری نداشته باشه. اگه مطمئن نبودی سبقت نمیگرفتی. چرا سوال زدی؟ بی خیال. خلاصه این آخرین اخطار جدیم بود. دیگه نیازی به این کار نیست. فکر کردم ما شرکای برابری هستیم. حتی بین شرکای برابر یکی وجود داره که یکم برابر تره. پس این یعنی این که در مورد اجراهام خودم تصمیم میگیرم. معذرت میخوام، خیلی رو مخم بود. یه جور قدرت از سمتش میومد، من اونو حس میکردم. با این وجود شما هیچ وقت نور موعود رو ندیدین؟
بگو عزیزم، بگو. ممکنه که فلش ثانیه‌ای، نمیدونم چطوری بگم، یه جور عجیبی بود. فکر میکنی این اون یه دروغه؟ نه، متاسفانه زمان پخش ما رو به پایان. تو وچرکم مقاله نوشتم. از حضور شما سپاسگزارم. بهترینا رو براتون میخوام. هیچ چیز بی‌رحمانه تر از امید دادن به کودک و نابود کردن اون نیست. با یاروسلاو گودوفسکی همراه باشین تا برنامه بعد. خیلی زرنگن، از همه طرف دارن ضربه میزنن، روزنامه، رادیو، تلویزیون. بله، الان نه تنها سلامتی تو به خطر میندازی، بلکه اگه دوباره بیافتی تبدیل به خاطره میشی. من باید تو دفترم مشاوره رو شروع کنم. هنوز باید مراقب باشی. اگه یکی از بیمارا تصمیم بگیره مصاحبه کنه چی؟ چه ربطی داره آخه؟ این یه چیزه، اونم یه چیز دیگه. نیکولای ایلیچ، من نمیفهمم که چرا همیشه بزرگش میکنی. وقتی هزار تا راه دیگه برای فتح سالون هست، چرا هر شب ریسک کنی؟ مثل استاویسکی؟ مگه چش استاویسکی؟ هیچ کس ازت نخواست یه آدم تقلبی برداری بیاری تو سالون. موافقم. آره، فقط مثل دفعه قبل نشه. یادت نرفته که ایسی قلبی داشتی؟ یه نمایش مثل برادوی اجرا می کنم. چی؟ هیچی، با خودمم. کدوم یکی از دخترها بار دارن؟ الان میفهمی. ده ماهته درسته؟ بله. یه دختر زیبا پشت پرده است. اسمت ساشا است؟ بله. روی صندلی نشستی. الان وایسادی؟ صبر کن، صندلی همین نزدیکیه و تو الان دوباره اونجا نشستی. آره ساشا، داری اذیتم میکنی؟ چرا گولم میزنی خانوم؟ باید بگم تو کاملا سالم. نه. بله. نه، شما مریض نیستید. بیشتر از یه سالی که مریض نشدی. درسته مریض نشدم، اما یه نقص مادرزادی دارم. در این مورد صحبت میکنید که قلبتون سمت راستتون اما کبدتون سمت چپ. این نقص نیست، به این میگن چیدمان آینه ای اندام ها. امروز نتونستم به کسی کمک کنم. اصلا چرا درگیر این چیزا شدم؟ برادرت میگفت به خاطر آپارتمانه، درسته؟ اصلش آره، ولی در واقع خیلی خوشحالم، من انگیزه گرفتم. میدونی میخوام به مردم کمک کنم. کمک کردی؟ پسر روی ویلچر کمک کردی؟ چیزی برای یادآوری در بستر مرگ وجود نخواهد داشت. هنوزم میتونی کمک کنی. اگه امروز نشد میتونی فردا یا بعدن انجامش بدی. کلیا، تو تمام زندگی تو وقت داری پسر. امروز نه تنها نتونستم، حتی تلاشم نکردم. تماشاگرها همه خوشحال بودن، منم یه دلغک تو سیرک. این یه اجرای مراسمه، هیچی. هنوزم میتونی به خیلی ها کمک کنی، تو مردم رو مایه نمی کنی. من حتی نمیدونم اونجا چه اتفاقی ممکنه بیافته. سورن، زنت داره میاد. زنم؟ کی پیش شوهرمه؟ راستش دارن با یکی ماشین رو تعمیر میکنن. خیلی خوب. آنا ایلا 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 ایلا. ها
ماشینمون خراب شده؟ لاریسا عزیزم، آره موتور به یه دلیلی کار نمیکنه. منم گفتم یه نگاهی بهش بندازیم، کلیا اومد کمکم. خیلی خوب باشه. دارین چی کار میکنین تو تاریکی تو کثیفی مثل دزدا؟ بیاین توی آشپزخونه، نوشیدنی داریم. نه نمیخوریم، حرف میزنیم. نه بابا، کولیا مادرت زنگ زده بود دو مولد میگشتن، گفتن بعد از کنسرت پیدات نمیکنه. بهش بگو همه چی خوبه. خیلی زودم میرم خونه. اتفاقی افتاده؟ چیزی نشده، همین بود، فقط اون یکم ناراحته. خیلی خوب، نوشیدنیتونو تموم کنیم. تو خونه صحبت میکنیم. کولیا من به مامانت چی بگم؟ بگو همه چی خوبه، داره خستگی رفع میکنه برای کارهای جدید. کی گفت که این کار آسونه؟ هیچکی. تمام تلاشتو بکن، هرچی آدم توی اتحاد جماهیر شورویه باید از این عوضی متنفر باشه. به سمت تلویزیون توف کن، پخش زنده نرو تا وقتی که بهت بگن. یه چیز دیگه، ببین کی روش سرمایه گذاری کرده، احتمالا باید شریک داشته باشه. خب چیزی که میگم انجام بده. پس فردا برمیگردم، تا اون موقع همه چی باید آماده باشه. فعلا. نیکولای ایلیچ، بلند شو، نمیخوای دستو باهات بشکنن که؟ ساعت چنده؟ 5 صبح. الان بلند میشم. تو چرا اینجایی؟ کارا زیادن؟ به هم دستیارم ندادین. اونا برای گل هست، براشون یکم میذارم. گلوت درد میکنه؟ خیلی. حالا میتونی خودتو درمان کنی؟ نمیدونم، امتحان نکردم. قرص برای گلو دارم، بیا یکی بهت بدم. دوتا بهتره. باید نگه میداشتی با قرص میخوردی. همینجوری میخورم. بین تو و یورا چی شده؟ میدونی که من بهش حسی ندارم. برای دونستنش حتی لازم نیست روانشناس باشی. تو چی به من حسی داری؟ نیکولای تو برگشتی؟ اصلا معلوم هست کجایی؟ مامان الان وقتش نیست. همه داشتن تا نصف شب دنبالت میگشتن. باید به این فکر کنی که امشب اجرا داری. میتونی؟ آروم باش. باشه آروم باش. عصبانی نباش، خب؟ همه یه شبو نخوابیدم. الان برو بخواب، بعدم باهاش صحبت می‌کنیم، خب؟ کالیا. به نظر میاد حق با تو بود. منظورم نیستی هست. خب اون سعی کرد که آشتی کنه،
دیروزم کلی دنبالت گشتیم ولی خب پیدات نکردیم. اول اومدیم دفترت، بعدم اومدیم اینجا. خیلی همه چیز عادی بود. حالا چرا ساکتی؟ چی بگم؟ تبریک بگم؟ تبریک که خب هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. حتی خودش ازم عذرخواهی کرد. بعدش گفت که جلوی در نباید باهات اونجوری رفتار میکردم. یه جورایی ازم معذرت خواهی کرد دیگه. بعدم گفت که دیگه هیچ وقت این اتفاق تکرار نمیشه. جالب بود برام. الان نه. الان میخوام بخوابم یورا. آره باشه باشه حتما. فقط اومده بودم ازت تشکر کنم. بگم اگه نبودی ممکن بود با ناله کردن نسیه رو خسته کنم. همین همین. بگی بخواب. خوب بخوابی داداش. خدافظ. یعنی منم میتونم؟ خب آره اگه سخت درس بخونی آره میتونی. ادریس اون توپو بده به من لطفا. بیا. خب ببین ازت میخوام اگه اینو اینجا بذارم میتونی بدون دست دادن بهش سعی کنی اونو با چشمات پرت کنی؟ میشه تکرار کنیم که روی صحنه قراره چی کار کنیم؟ چه صحنه ای؟ ببخشید دنیس؟ رو چه صحنه ای؟ ویرا من ازت خواستم وقتی مشغول هستی مزاحممون نشی. اسلاوا نگو که تصمیم گرفتی دنیسو با خودت ببری روی صحنه. چرا که نه؟ نه خب دنیس به نظرم مخالف نیست. نه اسلاوا تو هرگز این کارو نمی کنی. میرا عزیزم جلوی بچه که نه بعدن حرف بزنیم. به من گوش میدی ها؟ آره میشنوی؟ میشنوی؟ میشنوی. به هم قول بده با خودت دنیس رو نمیبری روی صحنه. چرا میخندی اسلاوا؟ نه یه چی چشما این نگاه خیلی وقت بود که ندیده بودم. خیلی خوب آروم شدی؟ تو واقعا نمیفهمی داری چی کار میکنی؟ میفهمم من همه چی رو درست میکنم. ازت خواهش میکنم لطفاً به هم قول بده که دنیسو هرگز با خودت روی صحنه نمیبری. میرا سر این موضوع انرژی منو هدر ندیم باشه. دنیس دنیس دنیس. سلام خانم ها. ببینم تو شهر شما رستورانی نیست که بشه توش. آه خیلی عالیه. بهم نشون میدین که کجاست؟ خوشحال میشم که دعوتتون کنم. منو ببخشین. ای خدا. بچه‌ام خانم ویرا. اون اینجاست. کی؟
بچه من کجاست؟ نمیدونم خانم ویارا، نمیتونین برین اونجا. خواهش میکنم صبر کنین خانم ویارا. خانم ویارا خواهش میکنم، حق با شماست. گنا خواهش میکنم یه کاری بکن. ویارا نیکولایونا، نیازی به اومدن نیست. خواهش میکنم ویارا نیکولایونا، خواهش میکنم صبر کن. کجا داری میری؟ داریس خوب فکر کنا بگو که خاله چی و کجا قایم کردن؟ ویارا نیکولایونا، خود دنیس میخواست بره اونجا، اون همیشه کنارم بوده. زیاد طول نمیکشه، فقط 5 دقیقه. کسی مجبورش نکرده. یه کیف. کیف؟ خب حالا نشون بدین چی تو دستتونه. نشون بدین. بله یه کیف. آفرین آفرین. خب بعدی همو دستش چیه؟ اسباب بازی یه جور. دنیس عجله نکن. چه اسباب بازی؟ خرگوش. خرگوش، لطفاً به ما نشون بده که چی تو دستتونه. خرگوش. بله خرگوشه، اما از طرف دیگه نوعی اسباب بازیه. دقیق تر از این نمیشه گفت، درسته؟ اسباب بازی. من همیشه دوست داشتم یه خانواده معمولی داشته باشم، همیشه. تو اینو نمیخوای؟ چی کار کنم؟ به مسکو زنگ زدم تا آپارتمان قدیم ما خالی کنن. اونا بهت کمک میکنن وسایل تو جمع کنی و بیای اینجا. دنیس، دنیس با من زندگی میکنه. تو نباید وانمود کنی که ما یه پسر معمولی داریم. خب این درست نیست. من به آشکار کردن محبتش کمک میکنم، اونو زرنگ میکنم و البته کنترلش میکنم. نه اسلاوا، تو این کارو نمیکنی. ویرا نگران نباش، من ازت خواهش میکنم هر موقع بخوای میتونی ببینیش، فقط اگه سرش شلوغ نباشه. اسلاوا من دنیس رو بهت نمیدم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. این چیزیه که ترا نگران میکنه. این که منو تو از هم دور میشیم اشکالی نداره، درسته؟ خب حالا که این طریقه، من دنیس رو بهت نمیدم. اگه بخوای شکایت کنی بچه رو کاملا فراموش میکنی، همه چیز رو فراموش میکنی. خب امیدوارم کار به اینجا نرسه. بالاخره بچه باید مادرم داشته باشه، مگه نه؟ آی میسوس دکتر، یکم تحمل کنیم. کافیه، خیلی داغه. نگران نباشی نمیسوزه، خیلی زود میره. کی دیگه میخواد امتحان کنه؟ من میخوام. لطفاً بیاین روی صحنه. نه نه نه، منظورم این نبود. یه تومور خوشخیم تو مغزم پیدا شده. پزشکا میگن که نمیتونی اونو برش داری، اما این منو اذیت میکنه. شبا اینقدر درد میگیره که من نمیتونم بخوابم. میخواستم ببینم میشه کاری کنیم که خوب بشه. من الان نمیتونم، من از دوشنبه شروع به معاینه میکنم. بیا اونجا، سعی میکنم کمکت کنم. داستان فرق داره، پس نگران چیزی نباش. ببینم همه چی خوبه دکتر؟ عالیه، با این وضعیت میتونه حتی تو فضا هم پرواز کنه. تا فردا. تا فردا. امروز خیلی جالب نبود،
دیروز خیلی عالی تر از امروز. امروز رو فرم نیست. معلومه که رو فرم نیستی. دیشب انقدر پرخوری کردی که معلوم بود امروز اینجوری میشه. تو و نستیا چطوری؟ امشب با هم جایی میری؟ گفت که دنبالم نیام. البته خب من باهاش حرف زدم. اما خب تا دیر وقت کار میکنه دیگه. همش فشار روشه. بریم خونه؟ تنها برو. من میرم یکم قدم بزنم و بعد برمیگردم. فقط زیاد روی نکنی. خواهش میکنم. تنهایی؟ کسی دیگه اونجا نیست؟ منتظرم باش، من الان میام اونجا. داشتم میرفتم خونه که زنگ زدی. ببخشید، من باید این کارو بکنم. چی کار؟ به این با دقت نگاه کن. من و تو هیچی بینمون نبوده و نخواهدم بود. تو امروز اومدی سر کارو شروع به کار کردی، من اینجا نبودم. من و تو فقط با هم کار میکنیم، ما همکاریم و بس. و یورام تو رو دوست داره، تو هم دوستش داری. کجا رفتی تو؟ ساعت 3 نصف شب ها؟ هاکم ببینم. شوخه کرد. ببخشید. چرا انقدر عصبی؟ آها، میخوای بخوابی. گوش کن. یه خانومی با دخترش از ورونژ دارن میان اینجا. برای دوشنبه بهشون وقت دادم. فراموش کردم بهت بگم. دختر نابینا دوشنبه داره میاد. من نتونستم درمانش کنم. خب بگو بعدا میام، من بهشون قول دادم. گوش کن، نظر منو پرسیدی؟ با من مشورت کردی؟ من تصمیم میگیرم کی و کی ببینم، فهمیدی؟ خیلی خوب، حالا چرا انقدر عصبانی میشی؟ برو بگی بخواب آروم شی. بله. بله. همینجاست. کی بود یورا؟ سرگرد فیلسوف از کمیته امنیت دولتی، داشتن دنبالت میگشتن. برای چی؟ نمیدونم، به من گفتن آماده شی بعدم بری جلو در. آنزور تلایوف، هنرمند مردمی. چی در موردش نگفتم؟ 45 ساله، بازنشسته شخصی، آپارتمان دو اتاقه تو چرموشکی که توش زندگی نمی‌کرد. 1,832,000 روبل طلا خواسته. در ازاش 500 تا گروگان آزاد میکنه و بقیه هم باهاش پرواز میکنن لندن. عدد عجیبیه. ظاهراً مقداریه که تو برنامهش در می آورده. ما چه درصدی؟ به قول فرانسوی ها، از ایالت شما چیزی نمیخوام، فقط میخوام حقمو بگیرم. خانواده ایویچکینا یه عوضی، اونا به بقیه یاد دادن. حالا هم شروع شده. اونجا تنهاست؟ نمیدونم، اصل موضوع همینه. اصلا نمیدونم ممکنه بمبی باشه یا نه.
واسه همین تو رو میبریم. میتونی بفهمی؟ از خیابان خیلی سخت. اما اگه تو هواپیما بود. میریم تو هواپیما. من و تو شمشا رو میبریم. البته اگه مشکلی نداری.